الحاق دستاوردهای جدید و تجهیزات بازسازی و ارتقا یافته به یگانهای نیروی دریایی بیش از پیش بر قدرت بازدارندگی نیرو افزوده شده است. این سامانه موشکی نوره، سامانه موشکی ما. این سامانه موشکی ایرانی به شلیک کن و فراموش کن مشهور است. با تجهیز این سامانه موشکی که به دست متخصصان توانمند کشور خودمون برای یگان تجهیز شده، دست دفاعی ما در دریا بلندتر و قویتر شده. نصب این سامانه قدرت و دقت عملیاتی شناورهای رسمی را افزایش داد. میتونیم به طور مستقیم با تمام هدفهای سطحی درگیر بشیم و اونا رو منهدم کنیم. سامانه موشکی نور همه آزمایش‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و امروز به جمع تسلیحاتی سطحی کشورمان افزوده شد. تمام تست‌هایی که روی این سامانه انجام شده تا حالا 100% به هدف خورده. این اژدر هم باهوش و تخصص ایرانی میتواند شناورهای دشمن را تکه تکه کند. سلاح‌هایی رو که روی بالگرد‌های ضد زیر سطحی ما داریم به کار می‌گیریم از پیشرفته‌ترین و بروزترین سلاح‌ها هستن. اژدر از این بالگرد شلیک می‌شود. حالا با این بالگرد ما هم می‌تونیم زیردریایی رو شناسایی کنیم و هم همزمان منهدمش کنیم. این بالگرد چابک با هدف واکنش سریع و گریز سریع از منطقه بهسازی شده است. سلاحایی که روش نصب شده با دقت عمل و سرعت عملی که داره که در سریع ترین زمان خودش رو به منطقه نبرد نزدیک کنه و هدف خودش رو مورد اصابت قرار بده و سریعا تخلیه کنه. حالا در تدابیر تجهیزات ارتقا یافته نظامی کشورمان، این بالگرد هم میتواند هر نوع مینی را در هر کجای دریا جمع‌آوری کند. سیستمی که روی این وسیله پرنده نصب شده سیستم خونسا کننده مین‌های ترکیبی است، مین‌های صوتی و تصویرشناسایی و خونسا و منهدمش می‌کنه. و این هواپیمایی است که طراحی شده تا با مخزن سوخت بیشتر وسعت بیشتری از دریا را در جستجوی تحرکات دشمن بکاود. تجهیز هواناو به موشک هم ابتکار دیگر از متخصصان صنایع دفاعی کشورمان. با تجربه‌ای که از سال 91 داشتیم دیگه هیچ گونه مشکل در راستای بازسازی ساخت هاورکرافت نداریم. توانمندی دفاعی نیروی دریایی در بخش سطحی با تسلیح یگانه‌های شناور ارتقای قابل توجهی یافته.